آکویفرها سیستم های مائی هستند. مائی یعنی اینکه آب حلال عمده است در این محلول ها. محلول هایی هستند که حلال اصلیشون آبه. بنابراین بافرها سیستم های مائی هستند که وقتی مقادیر کمی اسید قوی یا قلیای قوی به اونها اضافه میشه، در مقابل تغییرات pH مقاومت میکنند. یک محلول بافری یا یک سیستم بافری از اسید ضعیف و باز مزدوج اون تشکیل شده، یا ممکنه که از قلیای ضعیف و اسید مزدوج اون تشکیل شده باشه. اما اکثر مواقع بافرها از اسید ضعیف و باز مزدوج اون اسید ساخته شدن. مؤثرترین بافر، مؤثرترین فعالیت بافری، یعنی بیشترین مقاومت در مقابل تغییرات pH. یعنی یک محلول هر چقدر بیشتر بتونه در مقابل تغییرات pH مقاومت بکنه، فعالیت بافری بیشتری داره. بنابراین بیشترین یا مؤثرترین فعالیت بافری وقتی اتفاق میفته که در تایتریشن کرو، یعنی منحنی تیتراسیون، کمترین شیب رو داشته باشیم، یعنی در روی منحنی تیتراسیون شیب تغییرات حداقل باشه، و این هنگامی رخ میده که pH محلول یا همون pH سیستممون، سیستم بافریمون، در حوالی pKa اسید باشه یا pH محلول در نزدیکی های pKa مون باشه. یعنی چقدر نزدیک؟ یه واحد بیشتر یا یه واحد کمتر. مثلا اگه pKa اسید ما 4.7، بهترین محدوده بافری، بهترین فعالیت بافری، بیشترین فعالیت بافری یا مؤثرترین فعالیت بافری در اون سیستم بافری رخ میده که pH اون محلول یه واحد بیشتر از 4.7 باشه، یعنی 5.7، و یه واحد کمتر باشه، یعنی 3.7. یعنی اگر شما یه بافر درست کردید که از اسید ضعیفی که استفاده کردید، اون اسید ضعیفتون pKa‌اش 4.7 بوده، اگر اون pH اون محلولتون رو یه جایی بین 3.7 و 5.7 نگه دارید، مؤثرترین فعالیت بافری رو از اون اسید خواهید دید، به شرطی که pH محلولتون بین 3.7 و 5.7 باشه. خب یک سیستم بافری چگونه کار میکنه؟ ببینید، بافر شدن یا بافرینگ نتیجه دو واکنش برگشت پذیر هستش. به عبارت دیگه، یک اسید ضعیف و باز مزدوج اون میتونن یک سیستم بافری ایجاد کنن، چون که تجزیه شدن اسید برگشت پذیره و واکنش میتونه در هر دو جهت رفت و برگشت رخ بده. از چپ به راست، یعنی تجزیه شدن، و از راست به چپ، یعنی به هم پیوستن. معمولا اسید رو با HA نشون میدن. اینجا با HAC نشون دادن به خاطر اینکه منظورشون اسید اسیتیک بوده. ولی اسید ضعیف از هر نوعی رو با HA نشون میدیم. HA که یک اسید ضعیف است، میتونه تجزیه بشه به باز مزدوج و پروتون، و این واکنش برگشت پذیره. به همین دلیل هستش که یک اسید ضعیف و باز مزدوج اون میتونن یک سیستم بافری ایجاد بکنن. وقتی اسید به محیط اضافه بشه، یعنی به محیط هاش مثبت اضافه بشه، توسط این باز مزدوج جذب میشه و HA تولید میشه. یعنی در این معادله تجزیه شدن اسید، واکنش تشویق میشه که از راست به چپ حرکت بکنه. حتما توی دبیرستان در مورد اصل لوشاتلیه صحبت کردیم. اونجا گفته میشه که اگر یک چیزی به محیط اضافه بکنید که یکی از اجزای معادله باشه، اون وقت چون مقدارش زیاد میشه، معادله رو تشویق میکنه که در جهت عکس رخ بده. ببینید، این الان سیستم بافری ما دو جزء داره. یه جزء قلیا داره، یه جزء اسید داره. وقتی اسید اضافه بشه، اون جزء قلیا میاد اون اسید رو جذب میکنه و به اسید ضعیف تبدیل میکنه. در محیط مائی هاش مثبت قوی ترین اسیده. بنابراین وقتی که این قوی ترین اسید به این محلول اضافه بشه، جزء قلیایی سیستم بافر اون رو جذبش میکنه و به یه اسید ضعیف‌تر تبدیلش میکنه و معادله به سمت چپ متمایل میشه. بنابراین هاش
مثبت که قوی ترین اسید در یک محیط آبی هست به یک اسید ضعیف تبدیل میشه و از اثر اسیدیته قوی اون کاسته میشه. خب OH منفی قوی ترین قلیا در محیط آبی هست. وقتی که قلیای قوی به محیط سیستم بافری ما اضافه میشه، OH منفی با OH مثبت با هم ترکیب میشن و H2O ایجاد میشه. لذا مثل این هستش که OH مثبت از این سیستم بیرون کشیده میشه. بنابراین اسید ضعیف بیشتری تجزیه میشه که OH مثبت بیشتری به محیط اضافه بکنه، چون OH مثبت ها از محیط کشیده شدن بیرون و به آب تبدیل شدن. باز لشاتولیه میگه اگر یکی از محصولات یک واکنش رو ازش بکشی بیرون، تشویق میشه که از اون بیشتر تولید بکنه. یعنی اگر شما با اضافه کردن OH منفی به محیط OH مثبت رو از محیط بکشید بیرون و غلظتش رو کاهش بدید، اسید بیشتری تجزیه میشه و معادله تشویق میشه که از چپ به راست رخ بده تا جبران بکنه اون OH مثبتی رو که از معادله خارج شده. بنابراین وقتی که OH که قوی ترین قلیا در محیط آبی هست به سیستم بافر اضافه میشه، توی سیستم بافر ادغام میشه و به جزء قلیای سیستم بافری یعنی باز مزدوج تبدیل میشه که ضعیفتر از OH منفی هستش. این OH منفی اومد و H2O تولید کرد. لذا این OH منفی که قوی ترین قلیا در محیط آبی هست در سیستم بافر ادغام میشه، یعنی به جزء قلیای سیستم بافر یعنی باز مزدوج تبدیل میشه که ضعیفتر از OH منفی هست. بنابراین یک سیستم بافر اثر اسید قوی و باز قوی رو کاهش میده. اینطور نیستش که اصلا هیچ تغییر pH در اینجا رخ نده. اما اون چیزی که سیستم بافری انجام میده اینه که هنگام افزوده شدن اسید قوی و قلیای قوی به سیستم بافر در مقابل تغییرات فاحش pH مقاومت میکنه. بنابراین یک سیستم بافری اثر اسید قوی و اثر باز قوی رو بسیار کاهش میده. در اینجا همین رو مشاهده میکنیم که این اسیدمون هستش که میتونه به باز مزدوج تبدیل بشه و به OH مثبت و این واکنش برگشت پذیره. وقتی که OH مثبت اضافه میشه، جزء قلیای یعنی باز مزدوج این سیستم بافری میاد اون رو به خودش جذب میکنه، اما این اسیدی که تولید میشه الان به مراتب اسید ضعیف تریه. بنابراین سیستم بافری اثر این اسید قوی رو بسیار کاهش میده. وقتی که OH اضافه میشه، OH با OH مثبت توی این معادله H2O ایجاد میکنن و لذا OH مثبت از داخل این بافر بیرون کشیده میشه، لذا اسید ضعیف بیشتری تجزیه میشه که جای اون OH مثبت رو پر بکنه. بنابراین باز مزدوج بیشتری تولید میشه. به عبارت دیگه OH به نوعی تبدیل میشه به باز مزدوج اسید اسیتیک استات و بنابراین اثر یک قلیای قوی به مراتب تعدیل میشه و کاهش پیدا میکنه. ظرفیت بافر یا بافر کپاسیتی بستگی داره به غلظت‌های اسید ضعیف و باز مزدوجش. بهترین اثر بافری وقتی دیده میشه که غلظت اسید ضعیف و باز مزدوجش در سیستم بافری مساوی باشه. برای اینکه بهتر متوجه بشیم که موقع اضافه شدن اسیدها یا قلیاهای قوی بافرها چگونه در مقابل pH مقاومت میکنن، چند تا مثال ببینیم. فرض کنیم که 100 میلی لیتر آب داریم، آب خالص با pH 7 که یک سیستم بافری نیست، و به اون 1 میلی مول NaOH اضافه کنیم، یعنی قلیای قوی. خب در این صورت اگر ما pH محلول رو بعد از اضافه کردن 1 میلی مول NaOH یعنی قلیای قوی حساب بکنیم، به این صورت هستش که خب OH منفی که اضافه کردیم 1 میلی مول هستش به 100 میلی لیتر. خب 1 میلی مول یعنی 0.001 مول، 100 میلی لیتر هم یعنی 0.1 لیتر، چون که وقتی که میخواییم لوگاریتم بگیریم باید حتما غلظت ها به مولار باشه، یعنی مول بر لیتر. لذا اگه حساب بکنیم میشه 0.01 مول بر لیتر یا مولار که با ام بزرگ نشون میدیم. خب
این غلظت اوهاش منفی هستش، یعنی غلظت اوهاش منفیمون مساوی با این عدد هست. بنابراین اگه p اوهاش رو بخوایم حساب بکنیم میشه منهای لوگ 0-01 که در این صورت p اوهاش میشه 2. میدونیم که در یک محلول آبی p اوهاش علاوه pH مساوی با 14. بنابراین اگه pH محیط رو بخوایم pH میشه 14 منهای 2 میشه 12. خب pH محلول اولیه 7 بوده، بعد از اضافه کردن 0.01 مولار اوهاش منفی بهش pH رفته رسیده به 12، یعنی یک تفاوت یا یک تغییر 5 واحدی که خیلی زیاد هست. حالا اگر به جای آب خالص ما یک بافر داشتیم، این بافر ما شامل یک HA هست که 10 میلی مول هست. خب HA ما 10 میلی مول هستش و A منفی ما هم 10 میلی مول. چون گفتیم بهترین بافر بافری هستش که غلظت‌های اسید و باز مزدوج در اون مساوی باشه. بنابراین 10 میلی مول اسید داریم، 10 میلی مول هم A منفی یا باز مزدوج داریم. و گفتیم که وقتی OH منفی یا قلیای قوی اضافه میکنیم و HA میده OH مثبت به علاوه A منفی. گفتیم وقتی که OH منفی اضافه میکنیم به درون یک بافر میره و با OH مثبت تعامل میکنه، آب تولید میشه و باعث میشه که HA بیشتری تجزیه بشه و معادله از چپ به راست حرکت بکنه و A منفی و OH مثبت تولید بشه. اما چقدر A منفی و OH مثبت تولید میشه؟ به همون مقداری که OH اضافه شده. لذا ما 10 میلی مول از این داشتیم، 10 میلی مول هم از این داشتیم در ابتدا قبل از اینکه OH منفی اضافه بشه. وقتی OH منفی اضافه شد به اندازه 1 میلی مول میاد باعث میشه اسید ضعیف به اندازه 1 میلی مول تجزیه بشه. لذا از این 10 میلی مول HA میمونه 9 میلی مول و این A منفی که 10 میلی مول بود الان 11 میلی مول شد. در محلول های بافری بعد از معادله هندرسن هسلباخ استفاده بکنیم. بنابراین pH محیطمون، pH این سیستممون میشه pH مساوی با 7 به علاوه لوگ 11 غلظت باز مزدوج تقسیم بر 9 غلظت اسید. در نهایت pH ما میشه 7.09 که تغییر pH فقط حدود 0.09 واحد pH بوده، نه مثل اینجا که 5 واحد تغییر پیدا کرده بود. خب این معادله هندرسن هسلباخ از کجا میاد؟ خب میدونیم که در یک سیستم بافری دو تا بازو داریم، یعنی دو جزء داریم. در یک سیستم بافری دو جزء داریم، یکی اسید ضعیفه، یکی هم باز مزدوجشه. بنابراین داریم HA میده OH مثبت به علاوه A منفی و این قابل برگشته. بنابراین برای یک اسید ضعیف معادله تجزیهش میشه OH مثبت به علاوه A منفی و برای جزء کانجوگیت بیس یا باز مزدوج معادله به هم پیوستنش با OH مثبت میشه A منفی به علاوه OH مثبت میده HA. این معادله برگشت پذیر و دو طرف است. اما معادله هندرسن هسلباخ از جزء تجزیه اسید به دست میاد. بنابراین معادله تجزیه اسید میشه HA میدهد OH مثبت به علاوه A منفی. خب الان میایم کای اکولبریم رو مینویسیم، یعنی ثابت تعادل رو مینویسیم که میشه OH مثبت ضرب در A منفی غلظت های مولیشون تقسیم بر غلظت HA. سپس معادله رو برای غلظت OH مثبت حل میکنیم که میشه K اکولبریم ضرب در غلظت HA تقسیم بر A منفی غلظت باز مزدوج. الان از هر طرف منهای لگاریتم میگیریم. اینجا نوشته شده منهای لگاریتم غلظت OH مثبت، در اینجا منهای لگاریتم KA، چون این معادله رو میتونیم به این شکل بنویسیم K اکولبریم ضرب در نسبت این دوتا به هم، نسبت غلظت اسید به غلظت باز مزدوج، میشه منهای لگاریتم K اکولبریم منهای نسبت غلظت اسید به غلظت باز مزدوج. و لذا در نهایت میشه این منهای لگاریتم غلظت OH مثبت مساوی با منهای لگاریتم K اکولبریم به علاوه این دوتا رو اگه جا به جا بکنیم غلظت باز مزدوج رو اگه تقسیم بر غلظت
اسید بکنیم، این میشه به علاوه لوگاریتم. بنابراین معادله هندرسون-هاسلباخ از اینجا میاد و بهش معادله HH میگن، HH equation. در واقع اینجا چون ما با اسید طرف هستیم، در واقع که ایکولیبریوم همون که اسید ماست، ثابت اسید ماست. در واقع مثل اینجا باید بنوشتیم که A که مشکلی نیست. منهای لوگاریتم که A میشه pKa. لذا pH اون محیط بافری مساوی هست با pKa به علاوه لوگاریتم غلظت باز مزدوجمون تقسیم بر غلظت اسید ضعیفمون. این معادله هندرسون-هاسلباخ که معادله HH هم نامیده میشه، در واقع توضیح میده که pH محیطی که درش یک سیستم بافری وجود داره چطور ارتباط پیدا میکنه با pKa اون اسید و غلظت اسید و باز مزدوج. یعنی معادله HH ارتباط بین pH، pKa و غلظت بافرمون رو داره شرح میده. یک نتیجه گیری دیگه ای که میتونیم اینجا بکنیم این هستش که گفتیم مؤثرترین بافرمون رو وقتی داریم که غلظت‌های اسید ضعیفمون و باز مزدوجش با هم مساوی باشن. در این صورت وقتی غلظت اسید ضعیفمون با غلظت باز مزدوج مساوی باشه، این دوتا با هم ساده میشن، تقسیم به هم بشن، میشه یک، لوگاریتم یک مساوی با صفره. بنابراین وقتی غلظت اسید ضعیف و باز مزدوجمون در سیستم بافریمون مساوی باشه، در این صورت pH محیط مساوی خواهد بود با pKa اسید ضعیفمون. انواع مختلف اسیدها وجود دارن. بعضی از اسیدها اسیدهای مونوپروتیک هستن، زیرا فقط یک هیدروژن اسیدی دارن و لذا تنها یک پروتون میتونن رها بکنن و لذا تنها یک pKa دارن. برای مثال اسید اسیتیک یک اسید مونوپروتیک هستش، چون که فقط یکی از هاشهای خودش رو میتونه رها بکنه. KAش 1.74 ضرب در 10 به توان منهای 5، لذا pKaش 4.76. یه دونه KA داره چون یه دونه پروتون میتونه بده. چون یه دونه Ka داره، یه دونه هم pKa میتونه داشته باشه، نه بیشتر. یک اسید دیگه یون آمونیوم هستش. آمونیاک NH3 یک قلیا هستش. وقتی که با یه هاش مثبت ترکیب بشه، یون آمونیوم تولید میشه، NH4 مثبت که اسید. بنابراین آمونیوم یا یون آمونیوم، آمونیوم آیون، یک اسیده و یه دونه هاش مثبت میتونه بده. بنابراین یون آمونیوم هم یک اسید مونوپروتیک هستش. مونو یعنی یه دونه، پروتیک یعنی یه دونه پروتون میتونه بده، یه پروتونی هستش. بعضی اسیدها وجود دارن که میتونن دو تا پروتون بدن. برای مثال اسید کربونیک H2CO3 میتونه یه بار یکی از هیدروژن هاشو بده و دفعه بعد یکی دیگه شو بده. چون دو تا پروتون میتونه بده، بنابراین دو تا Ka داره. برای هر کدوم از این پروتون ها یک Ka متفاوت وجود داره. بنابراین این دو تا pKa متفاوت هم داره. نکنین این pKa 6.33 در واقع به ما میگه که اگر ما مثلا در یک ظرفی H2CO3 داشته باشیم و pH این محیطمون مساوی با 6.33 باشه، یعنی در این pH که مساوی با pKa اسیدمون هست، نصف یا 50% از اسید کربونیکی که توی این ظرف ریختیم به صورت H2CO3 هست و نصفش یا 50%ش به صورت یون بیکربنات یا H2CO3 منفی هستش. برای اینکه بیکربنات دومین پروتون خودش رو رها بکنه، باید pH محیط افزایش پیدا بکنه. اونقدر pH محیط باید افزایش پیدا بکنه که 100% H2CO3 الان تبدیل شده باشه به H2CO3 منفی. اون وقته که H2CO3 منفی شروع میکنه به از دست دادن پروتون دومش. pKa دوم 10.2، یعنی اگر ما pH محیطمون رو برسونیم به 10.2، در این pH نصف H2CO3 منفی همون به شکل H2CO3 منفی یعنی اسید و نصف دیگرش به صورت یون کربنات خواهد بود. در هر pKa ما 50% از اسید مربوطه و 50% از قلیای مربوطه یا باز مزدوج مربوطه رو خواهیم داشت. همونطور که قبلا گفتیم وقتی غلظت HA مساوی با غلظت A منفی باشه، قبلا گفتیم اون وقت pH محیط مساوی با pKa اسید
رسیده. برعکسش هم درسته. میتونیم بگیم که وقتی پهاش محیطمون رو به pKa اسید میرسونیم، اون وقت غلظت اسیدمون مساوی خواهد بود با غلظت باز مزدوج. مثال دیگه در مورد اسیدهای دیپروتیک، دی یعنی همونطور که میدونید دای به معنی 2 هستش. دیپروتیک اسید یعنی اسیدهایی که دوتا پروتون میتونن بدن. اغلب اسیدهای آمینه اسیدهای دیپروتیک هستند. اسید تریپروتیک هم داریم. تریپروتیک، تری به معنی 3 هستش. خب اسیدهایی که 3 تا پروتون آزاد میکنن، مثل اسید فسفوریک. اسید فسفوریک یک پروتونش رو میده، اولین پروتونش رو که میده در pH‌های پایین شروع میکنه به دادن و pKa اولش 2.14، pKa دومش 7.21، pKa سومش 12.4. لذا برای اینکه هر سه تا پروتون ازش کنده بشه، باید pH محیط افزایش پیدا بکنه. ببینید برای هر کدوم از پروتون‌هایی که اهدا میشه، ما یک اسید داریم، یه باز مزدوج داریم. یه اسید داریم، یه باز مزدوج داریم. دوباره اینجا یه اسید داریم، یه باز مزدوج. کدوم اسید، کدوم باز مزدوج؟ خب اونی که هاش بیشتری داره حتما اسید دیگه، چون اگه هاش کمتری داره حتما داده و تبدیل شده به باز مزدوج. در اینجا هم یک اسید داریم، یک باز مزدوج، یه اسید، یه باز مزدوج، اسید و باز مزدوج، اسید باز مزدوج و اسید و باز مزدوج. بنابراین برای هر کدوم از این معادله ها میتونیم معادله هندرسن هسلباخ رو بنویسیم. برای مثال واسه این اسید کربونیک، برای این معادله pH مساوی با pKa‌اش که 6.3 به علاوه لوگ غلظت باز مزدوج H2O3 منفی تقسیم بر غلظت اسید H2CO3. اگر بخوام برای این معادله بنویسم، خواهد شد pH مساوی با 10.2 به علاوه لوگ غلظت باز مزدوج CO3 منفی تقسیم بر غلظت اسید یعنی H2O3 منفی. اگر بخوام این معادله رو برای آمونیوم، یون آمونیوم بنویسم، میشه pH مساوی میشه با 9.25 به علاوه لوگ غلظت باز مزدوج تقسیم بر غلظت اسید. به این صورت برای هر چیزی میتونیم ما بنویسیم. برای اولین پروتونی که اسید فسفوریک رها میکنه، برای دومین پروتون، برای سومین پروتون، برای اولین پروتونی که یک اسید آمینه رها میکنه، برای دومین پروتونی که یک اسید آمینه رها میکنه. در مورد تریپروتیک اسیدها یا اسیدهای تریپروتیک که 3 تا پروتون میتونن بدن، بعضی از اسیدهای آمینه هم وجود دارن که اسیدهای تریپروتیک هستند که بعداً در موردشون صحبت خواهد شد، مثل اسید آسپارتیک، اسید گلوتامیک، والدیزین، آرژنین و هیستیدین.